در خدمت دوستان و ورزشکاران رشته ورزشی کنفا هستیم. استاد جلیل زاده، من بیشتر میخوام که خودتون و باشگاهتون رو معرفی بفرمایید. من مصطفی جلیل زاده هستم، رئیس و بنیانگذار کانون ورزشی و پرورشی تن و روان در ایران و خارج از ایران. کلوپ ما در 951 ویلسون اوینیو یونیت شماره 2 واقع شده. من از سال 2005 این کلوپ رو تشکیل دادم، این باشگاه تأسیس شده و از اون زمان در اونجا به اصطلاح به کار تدریس مشغول هستم. Would you please introduce yourself and your club? Certainly. My name is Rino Pedazzano. I belong to the Body and Mind Training Institute. I've been training with Master Mustafa Jalizadeh for roughly 7 years. It's been a wonderful experience. While I have been there, I've also introduced my son. His name is Joseph Pedazzano. We work out together as a family. It's a wonderful environment, either you want to train by yourself or with your family. Master Jalizadeh has been doing this for over 40 years. My experience has been wonderful. He's an excellent, excellent instructor. I encourage all of you to join us at Body Mind Training. We have classes on Tuesdays, Thursdays, and Saturdays. We welcome you to come join us. Thank you very much. Thank you very much, Rina. آقای جمشید. بفرمایید که یه مقدار خودتون رو برای بینندگان عزیز ما معرفی کنید و زمینه فعالیتتون رو بفرمایید. اسم من جمشید عصاره. من از حدود سال 1352 با کنفو آشنا شدم. در کنار گرند مستر میرزایی تمرینات خودم رو آغاز کردم. بعد از اون چون ایشون به فعالیت ها نتونستن ادامه بدن، در کنار استادان مثل ایشون، استاد جلیل‌زاده یکی از فنی ترین اشخاصی هستن که در حال حاضر ایران حرف تکنیکی رو میزنن. در کنار ایشون بودم، فعالیت کردم مثل همه دوستان که از ایران خارج شدیم. باز اون یونیون به اصطلاح انجام شد و در کنارشون هستیم و در خدمت دوستان در ایران به اصطلاح ساپورت فکری که لازم هستش انجام بشه در کنارش دیدیم و انجام میدیم. خیلی متشکرم. استاد، شاید این سوال برای بینندگان عزیز ما به وجود بیاد که آیا رشته ورزشی کونگ فو در کشور کانادا طرفدار داره؟ خب تو ایران که همه عزیزان میدونن که خیلی رشته پرطرفداری هستش، آیا در کانادا هم طرفدار داره و چه آینده ای رو براش میبینید؟ آیا وارد المپیک خواهد شد و از طرف دیگه چه مقدار دانش آموز، یعنی در واقع شاگرد داری توی باشگاهتون؟ والا کونگ فو یک ورزش رزمی و شرقیه. همونطور که خودتون میدونید کشور کانادا کشور سردسیریه و اینجا ورزش کونگ فو جزء ورزش‌های رسمیشون نیستش و این یه مقدار برای ما مشکله که بتونیم اون خاصیت کاریمون رو راحت‌تر نشون جامعه بدیم. ولی خب به هر حال سعی می‌کنیم تا اونجایی که امکان داره بتونیم اون فرهنگ شرقی رو، اون فرهنگ به اصطلاح ورزشی خودمون رو، چون میدونید که کونگ فو تاوا یک ورزش ایرانیه، یعنی با اینکه یک ورزش رزمیه، ورزشی از خاور دور نیست، از خاور میانه است، از خود ایرانه، بنیانگذارش هم ایرانیه. روی این است ما در طی این که سعی میکنیم که به اصطلاح اون راه و رسم و تکنیک ها و فرایند کونگ فو تاوا رو نشون مردم بدیم و آموزش بهشون بدیم، اون فرهنگ و به اصطلاح برنامه هایی که در رابطه با جامعه ایرانی هم درش هست اون هم سعی میکنیم که ارائه بدیم. روی نسل توی جامعه کانادا یه مقدار از این نظر ما مشکل داریم که بتونیم بیشتر خودمون رو معرفی کرده باشیم و کار کنیم، ولی خب به هر حال الان من این کار دارم مدت ها انجام میدم و قبل از اینکه اصلا کلاب همو بزنم در دبیرستان های تورنتو تدریس میکردم و کونگ فو جزء واحد درسیشون بود در یک قسمتی از اتوبکو. روی این اصل فعالیتمون رو میکنیم، ما تلاشمون رو میکنیم که موفق بشیم. در رابطه با سوال دومتون که فرمودید که کونگ فو میتونه المپیکی یا جهانی بشه، مسلماً ما الان در ایران داریم به شکل گسترده‌ای، یعنی سعی میکردیم که این مسئله رو بگنجونیم و با کشورهای دیگه رابطه برقرار بکنیم.
خودمون رو بشناسونیم و ورزش خودمون رو از این طریق بتونیم که مثلا اعضا بگیریم بین کشورهای دیگه، تا اینکه بعد از اینکه شناختی پیدا شد اون موقع عنوان کنیم به عنوان یک ورزش جهانی. همونطور که عرض کردم تلاشمون رو میکنیم و امیدوارم که در آینده هم به نتیجه برسیم. تشکر میکنم. آیا ورزش شما به عنوان مارشال آرم در پن امریکن گیمز نماینده ای رو داره؟ به خاطر اینکه کونفو تاوا فدراسیون جهانی نداره، ما نمیتونیم در این رشته‌های ورزشی پنم گیم شرکت بکنیم. رو همین از متاسفانه ما نماینده ای نداریم و دستمون کوتاست، ولی امیدوارم که همونطور که عرض کردم در آینده بتونیم با به اصطلاح جایگزین کردن، پایگیر شدن و شناسوندن خودمون به این هم برسیم. امیدوارم. من براتون آرزوی موفقیت میکنم، در خدمت شما هست. یه مطلبی دو قسمت تکمیلی بگیم، ما اعضا در کشورهای دیگه هستن، اعضای فعال در ایتالیا داریم که ایرانی نیستن، در فرانسه هستن، در آلمان هستن و حتی در آمریکا هستن. فعالیت های خودمون رو داریم انجام میدیم که ببریمش به اون سمت که بتونیم اینا رو انتدیوس بکنیم به کمیته هایی که از نظر جهانی اعتبار دارن، نه اینکه فقط یه شرکتی جمع بشه و بگیم خب این یه سبک جهانی شده، نه. و برای اطلاعات بیشتر شما اگه به سایت که ما داریم رجوع بکنیم، حتی تعلیم از راه دور داره انجام میشه، دقیقاً با همون مراسمی که قبلا انجام میشد ما داریم همون رو به همون شکل انجام میدیم که خودش یه کار نوعیه و با استقبال خوبی هم روبرو شد، حتی در داخل ایران. یعنی تکنیکا توضیح داده میشه، فلسفه کار درست تدریس میشه، قسمتی از فلسفه ما فلسفه‌ای که مربوط به خود ایران ما میشه، اون تجزیه تحلیلایی که میکنیم. این بود که گفتم یه صورت تکمیلی حتی مسئله گفته بشه که حالا اگه خواستین آدرس سایت رو بعدا در اختیارتون قرار بدم. بسیار ازتون متشکرم. آدرس سایت رو به صورت زیرنویس میتونید در پایین تلویزیونتون مشاهده بفرمایید. جوانهای ایرانی و علاقمندان به ورزش زیبا و مفرح کونگ فوتوا میتونن با وبسایت و شماره های دوستان عزیزمون در باشگاه تماس بگیرن و به سوالات خودشون پاسخ بدن. تشکر میکنم، خیلی خوش آمدید. Thank you. من کارت دادم خدمتتون. کارتم دادم.